بیش از دو قرن بعد از مرگ ناپلئون بوناپارت، یکی از الهام بخش‌ترین شخصیت‌های تاریخی آثار هنری جهان، ریدلی سکات، کارگردان 85 ساله بریتانیایی، با فیلم جدید خود از اولین امپراتور فرانسه، غرور ملی فرانسوی‌ها را به شدت تحریک کرده. Ce film est controversé parce que d'abord Ridley Scott s'attaque à un monument d'histoire. این فیلم سر و صدای زیادی به پا کرده، چون ریدلی اسکات که خودش بریتانیاییه، سراغ یک نماد مهم تاریخ فرانسه، یعنی دشمن تاریخی کشورش رفته و از این دیدگاه به شخصیت او می‌پردازه. آلن کروژر، کارگردان و منتقد فرانسوی، معتقده که در این فیلم نباید دنبال حقایق تاریخی گشت، چرا که حتی تاریخ تولد ناپلئون هم در اون یک سال پس و پیش شده، اما از تاجگذاری ناپلئون گرفته تا لشکرکشی به مصر و حمله به روسیه، فیلم اقتباس زیبایی است از نقاشی‌هایی که در موزه لوور میتونیم ببینیم. ریدلی اسکات در این فیلم همونطوری که خیلی ماهرانه بلده، از طرفی یک عاشق مجنون و حتی یک مفلوک یا یک آدم بزرگسال ولی با خلق و خوی کودک رو به تصویر میکشه و از طرفی دیگه یه نابغه استراتژی نظامی رو با صحنه‌های فوق‌العاده زیبا از نبردهای او. در واقع برای طرفداران فیلم‌های عاشقانه این یک کاریکاتور از ناپلئونه و یک نمایش سرگرم کننده برای طرفداران فیلم‌های جنگی زیبا. تصویری چنین کاریکاتوری از ناپلئون برای تماشاگران فارسی زبان هم کاملاً آشناست. این نقش از لندن دیکته شده. نوناشاد، صدای آمریکا.